سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران رهبری علی خامنه ای چگونه رقم خورده؟ آیا در 3 دهه گذشته از تنش با غرب کاسته شده یا سیاستی دیگر در کار بوده؟ آنچه که رهبر حکومت نظام انقلابی می نامد، آیا منافع دیگران را بر منافع ملی ترجیح می دهد؟ یا در 30 سالی که سپری شده ایران به قدرتی منطقه‌ای و باثبات بدل گشته؟ در 3 برنامه ویژه چشمنداز به مناسبت 30 سالگی رهبری علی خامنه ای نگاهی می کنیم به این موضوع. سلام بر شما که به تماشای برنامه چشمنداز نشسته اید. من علی خرسپیر امشب هم با ویژه برنامه دیگر با شما هستم. برای نگاهی به کارنامه 30 ساله علی خامنه ای رهبر حکومت جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاست خارجی و امنیت دعوت کردم از آقایان نادر اسکویی پژوهشگر ارشد شورای آتلانتیک، هوشنگ حسنیاری کارشناس مسائل امنیتی و نظامی و علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. خوش آمد میگم به هر سه. جناب آقای اسکویی، برای آغاز این گفتگو به عنوان مقدمه من میخوام اشاره بکنم به بیانیه‌ای که آقای خامنه‌ای سال گذشته، زمستان سال گذشته خورشیدی منتشر کردن تحت عنوان گام دوم انقلاب، و در اونجا در بحث سیاست خارجی از جمهوری اسلامی به عنوان نظام انقلابی یاد کردن. من پرسشم این هست که آیا آنچه که ما از نظام انقلابی میشناسیم و میفهمیم از زبان آقای خامنه‌ای در تعارض با منافع مشترک در جامعه جهانی هست یا نه؟ در واقع دنیا به نوعی خودش رو داره یا تطبیق داده یا در حال تطبیق دادن با چنین نظامی هستش. اصولا نظام‌های انقلابی با تعریف خودشون معمایی هستن که کمی پیچیدن ولی شاید قابل درک باشن. همه نظام‌های انقلابی من جمله جمهوری اسلامی اساساً دو مرکزیت دارن. یکی دولت اون کشور هاست که اداره روزمره امور مملکت رو در عهده داره، مثل هر دولت هر کشوری در هر جای دنیا. یکی اون حرکت انقلابی و جنبش انقلابی است که در حقیقت بنیانگذار اون نظام انقلابی است و ایدئولوژی خودش رو داره. در مشخصا جمهوری اسلامی مرکزیتی که رهبری انقلاب در دفترش به عهده داره و ارگان‌های انقلابی که به رهبر انقلاب مستقیما گزارش میدن که شامل سپاه و قدس و تمام ارگان‌های امنیتی و اطلاعاتی مملکت میشه. این دو مرکز با این که با هم رابطه دارن و همدیگر رو در حقیقت کمک به هم میکنن، ولی در حقیقت دو مرکز به نوع موازی هم هستن و منافعشون در بعضی وقتا حتی ممکنه در تضاد هم اتفاق بیفته، ولی اون چی که حرکت انقلابی جامعه رو به وجود میاره اون مرکز انقلابیه که که در رابطه با جمهوری اسلامی در حقیقت جنبش انقلابی اسلامی‌گرایی است که خمینی رهبریش کرد، الان رهبریش دست خامنه‌ای هست در ایران. مثال‌های گوناگون هم در گذشته داشتیم، مثلا شوروی در مسکو، شما هم دولت روسیه رو داشتین که روزمره می‌گردون مسائل دولت رو، و هم حزب کمونیست رو داشتین و کمینترن رو داشتین در همون مسکو که یک مرکزیت دیگه‌ای بود که تمام جنبش‌های اون زمان، جنبش‌های سوسیالیستی آزادی بخش رو کمک می‌کرد و رهبری می‌کرد. مانند اون در ایران هم هست. بسیار خوب. آقای حسنیاری، شما موافقید با این تحلیل یا به عبارتی آیا ما همچنان میتونیم از یک جنبشی تحت عنوان جنبش انقلابی در داخل ایران به صورت منسجم یاد کنیم؟ برای مثال آقای اسکویی میگویند حزب کمونیست در دوران اتحاد جماهیر شوروی، اما به نظر میرسه اونها سازمان یافته تر با یک ایدئولوژی منسجم تر بودن نسبت به آن جریانی که اشاره آقای اسکویی هست در ایران، اصولگرایان که به نظر میرسه پراکندن. ببینید، چیزی که شاخصه جمهوری اسلامی است وجود مراکز متعدد تصمیم گیری است.
این مراکز ظاهراً با هم همخوانی ندارن. به همین خاطر هست که دای اسکوی اشاره کردن دولت یک سری تصمیمات میگیره به خاطر مشکلاتی که داره و حل مشکلات مملکت در دست اون وظیفه اون هست، و رهبریت انقلاب که خب مسائل دیگری رو دنبال میکنه. این مسائل نه تنها در داخل ایران ایجاد تضادهای اساسی میکنن و به نوعی گره خورده تمامی امور جاری مملکت به اضافه برنامه‌ریزی برای آینده و غیره، در خارج هم چنین مسائلی به وجود آورده. به همین خاطر شما می‌بینین از یک طرف به عنوان نمونه این روزها که بحث آمریکا هست و برخورد و غیره، از یک طرف رهبریت جمهوری اسلامی اون به اصطلاح به دنبال ایده‌های ایدئولوژیک نظام هست که گسترش شیعه، شیعه گریست، مبارزه با امپریالیسم آمریکا و مسائلی از این قبیل، و از طرف دیگه دولت هست که بایستی بحث بنزین رو مثلا حل بکنه و یا اینکه به گندم رو چقدر وارد بکنه و مسائل دیگری از این قبیل. مشکل اساسی این هست که جمهوری اسلامی بعد از 40 سال هنوز در حال انقلابه. یعنی اینکه ببینید هر سیستمی، حتی در شوروی سابق که آقای اسکو اشاره کردن، بعد از مدتی اون شور و شوق انقلابی جای خودش رو به ایجاد تشکیلات میده که این تشکیلات بایستی با جهان داخل و خارج مدارا بکنن، مشکلات رو حل بکنن، در حالی که اگر نگاه بکنیم به کارنامه حالا نه تنها 30 ساله آقای خامنه‌ای بلکه 40 ساله جمهوری اسلامی، از یک بحران همواره به بحران بعدی رفتیم. معناش این هست که به خلاف اون چیزی که میشود در خارج تصور کرد، جمهوری اسلامی این توان رو نداشته که بتونه مسائلش رو حل بکنه و در نتیجه یک دولت عادی و یا یک سیستم سیاسی عادی رو به وجود بیاره که مشکل اساسی و یا اینکه حداقل اون چیزی که به دنبال اون هست، ایجاد صلح و امنیت در داخل کشور، ایجاد روابط مناسب در خارج با حفظ اصول. معناش این نیست که اجبارا بایستی در برابر آمریکا، سعودی ها و دیگران سر تعظیم فرو، منتها بحران های بی حاصل رو مرتب به وجود آوردن به طور قطع مشکلات اساسی به وجود میاره، و به همین خاطر هست که این سیستم سیستم انقلابی است. معناش این هست که بایستی از یک دگرگونی به دگرگونی بعدی بره، به خاطر اینکه توان حل مشکلات و بحران هایی رو که خودش به وجود میاره نداره. بسیار خوب آقای ناور حقیقی، مراد از نظام انقلابی چی هست در سیاست خارجی؟ آیا به نوعی طرفین رو در یک محور دیپلماتیک گیج نمی کنه؟ ببینید، مسئله کلیدی در فکر آیت الله خمینی و نوع تصمیم گیریش برمیگرده به تبارشناسی فکرش. در اینجا اگه دقت کرده باشید، یکی از محوریت های فکری آقای خامنه ای اندیشه هایی بوده که سید قطب بوده داشته در دیدگاهش در مسئله تمدن غربی و سازوکارهایی که ایجاد کرده. در این دیدگاه سازوکاری که تمدن غرب در اکثر مناسبات اقتصادی به این دلیل ایجاد کرده، مناسباتی است شرکالود و وظیفه هر مسلمان است که با این مقابله کنه. در حقیقت جهاد از این زاویه تنها راه تحقق صلحه، چون صلحی که الان وجود داره بر مبنای مناسبات و قواعد بازی است که اون شرکه تحمیل کرده و ما فعلا تا اطلاع ثانوی باش کنار میایم ولی قبول نداریم و باور نداریم. حالا نظم انقلابی اینجا اون چیزی که آقای خامنه‌ای میگه در دو سطح معنی پیدا میکنه، در سطح جنبش ها و در سطح دولت ها. در سطح دولت عنصر مقوم و هویت بخش به دولت هست، یعنی عناصر آرمانیش رو مطرح میکنه و توضیح میده که شما جهتتون کجاست، کجا باید کوتاه بیاید، کجا باید حرکت کنید. عنصر آرمانی هست و جهت بخش. حالا در سطح جنبش ها که اینجا خیلی کلیدی هست، آقای خامنه ای در حقیقت تزی که سید قطب میگه، سید قطب میگه برای تحقق اون چیزی که ما معتقدیم به نظام حق و توحیده، ما یک نیروی طلایه، یک نیروی پیشگام میخوایم. این نیروی پیشگام اون هست که کلیدی است برای پیشبرد اون پروژه انقلابی. بنابراین از این زاویه اگه دقت کرده باشید در سیاست جمهوری اسلامی به این نگاه، به این نیروی پایه‌کار، میلیشیای انقلابی خیلی اهمیت داده میشه. حتی بعضی موقع منافع نیشن استیت در مقابل جریان
این نیروی پایه‌کار و طلایی و پیشگام مبارز میره در اولویت دوم. اون نقشش اینه که کمک میکنه به اون نظمی که آینده است. حالا از نظر خود دولت، از نظر امنیت ملی، چیزی که جدیداً اضافه سعی کردن دیدگاه خامنه‌ای اضافه کنه به نظم انقلابی و سعی میکنن این رو به جامعه مطرح کنن، برای اینکه الان جامعه حساس شده به منافعش و موقعیتاش، این هست که میگه این نظم انقلابی توان بسیج و شبکه سازی داره در کشورهای مختلف و جاهایی که ما خطر ایجاد میشه. بنابراین ما با شبکه سازی و مقاوم سازی چه در داخل چه در خارج، حالا در عراق، در سوریه، کشورهایی که میتونن قدرت‌های بزرگ تهدید علیه ما ایجاد کنن، ما امنیت ملی خودمون رو گره میزنیم به این توان بسیج. بدون این شعار انقلابی کشورها نمیتونن این شبکه سازی بسیج کنه. آمریکا شبکه سازی و بسیج میکنه با پول و قدرت نظامیش، ما با ایدئولوژی انقلابیمون این کارو میکنیم. بسیار. حالا مشکلاتی داره که حالا بهش میرسیم. یعنی و از همه کلیدتر این چیزی که آقای دکترم گفتن، بحث اینه که آیا چون الان تو خود مسلمان‌ها تو خود داخل ایران این بحثه، آیا استیت دولت وقتی میگه من دولت انقلابی ام، آیا انقلاب، ارزش‌های انقلاب در واقع پوسته است و مسائل انقلابی که، یعنی پوسته است که، یعنی انقلاب یه پوسته است که توجیهگر اقداماتی است برای تداوم قدرت؟ این یه بحثی است که الان شما توی ایران می‌بینید جناح آیت الله خامنه‌ای معتقد نه، هیچ تضادی نداره و این دوتا به هم نزدیک‌ترن. گروه‌های منتقد معتقدن نه. بسیار خوب. آیه اسکوی، در واقع توضیحی که آیه دکتر ناور حقیقی میدن، پیش از اینکه وارد بحث شبکه سازی ها بشیم که حالا به عبارتی همون نفوذ منطقه‌ای هست، من فکر نمی کنم کار کردی در خارج از کشور یا به عبارتی توصیف و تشریح روشنی بتونیم ازش داشته باشیم در خارج از کشور، شاید بیشتر مصرف داخلی داشته باشه تا پیش از بحث نفوذ منطقه‌ای. ببینید، گام دوم انقلاب، بیانیه‌ای که آقای خامنه‌ای دادند، من عبارتی ازش می‌خونم: انقلاب اسلامی همچون پدیده‌ای زنده و با اراده، همواره دارای انعطاف و آماده تصحیح خطاهای خیش است، اما تجدید نظر پذیر و اهل انفعال نیست. باز دوباره این رو می‌خوام با شما در میون بگذارم که در بعد داخلی، در سیاست داخلی قابل فهم هست وقتی که میگن ما خطاهای خودمون رو قابل در واقع تصحیح میدونیم، اما شما این رو در دیپلماسی چگونه تفسیر میکنید؟ خب با دیپلماسی با مشکل جدی روبرو میشه، چون که جریان انقلابی اساساً به گرد یک ایدئولوژی سازمان داده میشه، نه به گرد فقط افراد. یعنی فقط خمینی یا خامنه‌ای نیست سنگ جریان انقلابی رو نمایندگی میکنه، به گرد ایدئولوژی است که اونا نمایندگی میکنن. اساساً جنبش اسلامی سیاسی زمانی رشد پیدا کرد در ایران که اوج مبارزات علیه جنگ ویتنام بود، اوج مبارزات این تختی بود، و مدلی که در حقیقت رشد پیدا کرد، ایدئولوژی که رشد پیدا کرد، تمام شعارهای اساساً چپی رو گرفتند، به خصوص آقای شریعتی که استاد همه بودند تو این زمینه. یک سری القاب اسلامی یا عربی به روی لغت‌های مارکسیستی گذاشتن، امپریالیسم شد استکبار، پولتریا شد مزعزفان، و به گرد اون یک در حقیقت مرکزیت ایدئولوژی رو تبدیل کردن به مبارزه ضد امپریالیسم آمریکا، یا به عبارت اونها ضد استکبار جهانی و رهبری آمریکا. این مسئله مرکزی همواره بوده، و این امریکا ستیزی که خواهیم می‌بینیم در این 40 سال من جمله 30 سال آقای خامنه‌ای، از این ایدئولوژی برمیاد. این در حقیقت اون وقت با دیپلماسی مشکل ایجاد می‌کنه، چون اگه شما می‌خواید دیپلماسی انجام بدین، اساساً بر مبنای منافع ملی خودتون و چگونه منافع ملی، چه نقاط مشترکی در این منافع ملی با منافع ملی کشورهای دیگه پیدا بکنین، روی اون مناطق مشترک بتونین به توافق برسین و نظم بین‌المللی از این طریق وجود میاد، نه اینکه بر مبنای اینکه از قبل تعیین میکنین که دشمنی اصلی تمام دنیا استکبار جهانی به رهبری آمریکاست، ما میخوایم با اون مبارزه بکنیم، اون رو رشد بدیم. خب وقت این دیگه مشکل جدی در مسائل دیپلماسی وجود میاره، همونطور که وجود آورده. دقت بکنید تو این 30 سال آقای خامنه‌ای، ایران هر روز، هر سال، از سال قبل و از روز قبل منفردتر شده در سطح بین‌المللی، چه در منطقه چه در جهان. در منطقه که اساساً منطقه را دست داده، کشورهای منطقه را دست داده، از عربستان گرفته تا همه، در سطح جهان هم که اساساً با مشکلات جدی با دنیای غرب به خصوص روبرو هستش.
بسیار خوب. آقای حسن یاری، آیا شما در کارنامه سیاست خارجی آقای خامنه ای میبینید که اشتباهی تصحیح شده باشه؟ این بحث خیلی مهمی است، به خاطر اینکه چند وقت پیش رهبر جمهوری اسلامی، رهبر انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد به اینکه ما اشتباهی کردیم در گذشته و بایستی این اشتباهات رو تصحیح بکنیم. منتها هرگز اشاره نشد به اینکه این اشتباهات چه چیزهایی بودن، در کجاها تصحیح شدن. در نتیجه اون چه که گفته میشه، مذاکره اشتباه بود. در نتیجه اون چه که بسیار مهمه اینه که بیشتر بحث شعار هست، بحث این هست که در داخل جمهوری اسلامی بحثایی در این زمینه صورت میگیره، ایرادات جدی بعضی ها از جمله گهگاهی آقای روحانی و دیگران سربسته به رهبر جمهوری اسلامی میگیرن و این که اشتباهاتی شده و غیره. من تا شما در عمل نمیبینین که به عنوان نمونه در کشورهای استکباری از دید جمهوری اسلامی هر وقت مشکلی پیش بیاد رهبر اون کشور، رئیس جمهور، نخست وزیر و دیگران یا استعفا میدن و یا اینکه به هر تقدیر میان میگن در این زمینه ما اشتباه کردیم، ما بایستی تصحیح بکنیم. در ایران چون این بحثی نه تنها صورت نگرفته بلکه همواره تاکید شده بر اینکه یک حالت قداستی به رهبری جمهوری اسلامی داده بشه که این قدسی نمیتونه به طور کلی اشتباه بکنه و به همین خاطر از اخیراً یکی از ملایان بزرگ اشاره کرده به این که در طی 30 سال گذشته رهبر جمهوری اسلامی هرگز دچار اشتباهی نشده. بنابراین مهمترین امری که در اینجا بایسته است این هست که ابتدا شخص بپذیری که اشتباه کرده، در چه جای اشتباه کرده، چرا اشتباه کرده و در نتیجه تا بتونه به این اشتباه رو تصحیح بکنه. در جمهوری اسلامی بحث اشتباه هرگز مطرح نبوده و نیست. بخواد ببینین یکی از بحث‌های در زمینه روابط خارجی آقای حسکوی اشاره کردن مدارا با خارج است. در ادبیات جمهوری اسلامی سازش یک نوع اهانت هست، یک نوع فحش هست که داده بشه. اگر که فرضاً بفرمایید میگن که یارو سازشکاره، یعنی این که آدم بسیار بدی است، در حالی که به نوعی مترادف خائن هست. دقیقاً، یعنی به همین خاطر هست که تضادی که وجود داره با جهان خارج، این تضاد غیر قابل تصحیح است. همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، نامور اشاره کردن، این گره کاری که گشوده نخواهد شد مگر اینکه یکی از طرفین از بین بره، یا اینکه دنیای خارج از بین بره، یا اینکه جمهوری اسلامی، تا اینکه این مسئله حل بشه. از اونجایی که جمهوری اسلامی از بین نخواهد رفت به خاطر اینکه مقدر هست که این سیستم بر کار بماند، دنیای خارج است که بایستی از بین بره. به همین خاطر هست که می‌بینیم سیاست خارجی جمهوری اسلامی از جمله در این زمینه که شما اشاره کردین همواره تهاجمی بوده و هست و خواهد بود، و در این زمینه بخصوص شما هرگز نمی‌بینین که اشتباهی صورت گرفته باشه و در نتیجه حق با جمهوری اسلامی است. بسیار خوب. در ابتدای صحبت شما آقای حسن یاری، آقای دکتر نامور حقیقی آرام گفتند که آقای خامنه‌ای گفتند اشتباه کردیم، اون هم در مذاکره با جان کری. آقای نامور حقیقی، به هر حال 40 سال از عمر حکومت جمهوری اسلامی میگذره، تمام این سالها با دشمنی با آمریکا روبرو بودیم، 30 سالش رو رهبری آقای خامنه‌ای بود. آقای خامنه‌ای خرداد 96 در یک سخنرانی میگوید که چالش با آمریکا هزینش به مراتب کمتر هست از سازش با آمریکا. چه حاصلی داشته این درگیری حتی ولو در سطح قطع روابط دیپلماتیک و لفظی؟ خب من حالا بعد صحبت این بحث نظم انقلابی و که گفتیم یه اشکالات ایجاد میکنه برای منافع و امنیت ملی، حالا اگر در سالهای بعدی بهش بپردازیم، ولی حالا برمیگردم به سوال شما. ببینید، باید ببینیم الان از نگاه آقای خامنه ای چطوری گفتمان امنیت ملی ایران صورت بندی میشه. این چند تا گایدلاین داره که بحث آمریکا بحث محوریش. بحث اولش این هست که چون تئوری آمریکایی‌ها انقلاب زدایی از انقلاب اسلامی است، بنابراین زدن هویت و اساس انقلاب مهمترین ملاحظه آمریکایی‌هاست. حالا چرا تا حالا نشده؟
تا حالا این بوده که به خاطر سپرهای دفاعی ایران مستقیما وارد این درگیری نشده. چرا؟ یک دوره ما جنگ سرد داشتیم، حضور اتحاد شوروی تا 1991 باعث میشد به خاطر ملاحظات استراتژیک آمریکا در مورد ایران با دست عصا برخورد کنه. حتی در مورد جریان گروگانگیری اگه گزارشات شورای امنیت ملی آمریکا میخونید، مسئله اینه که شوروی اومده تو افغانستان، نحوه تعاملشون با کشوری که 40 تا گروگان گرفته این رفتار عادی نیست. سعی میکنن اون با اون ملاحظه برخورد کنن. بعدم مسئله صدام شما دارید، طالبان دارید، القاعده دارید و داعش دارید. اینا یه سپرهایی بوده که این ملاحظات باعث می‌شده اونجوری نتونن تمام قوا با ایران برخورد کنن. پس حالا اولین مسئله‌ای که گایدلاین داره آقای خامنه‌ای اینه که هژمونی آمریکا توی منطقه نباید تثبیت بشه، چون تثبیت همه جانبه هژمونی آمریکا تو منطقه منافع استراتژیک ایران رو به خطر می‌ندازه. یه نکته. خب شاه چیکار می‌کرد؟ شاه میگه آقا من خودم این هژمونی رو ایجاد می‌کنم، یعنی به نمایندگی از آمریکا از قبل من خودم این ایده رو دارم. یه ایده هوشمندانه بود که در حقیقت ایران منطقه خلیج و فارس رو بتونه کنترل کنه. در همین جا نکته گایدلاین دومش پرسشی رو دارم و اونم این هستش که آیا لزوم این مسئله تاکید بر در واقع دشمنی با آمریکاست؟ حالا ببینید، آره ببینید، اگه حالا همین مهمه رو من بگم، یکی از مسئله امنیته. امنیت توی مرزها فقط خلاصه نمیشه مرزهای ایران. به خاطر نوع روابط بین الملل، تغییرات در حوزه های دیگر میتونه امنیت ایران رو به خطر بندازه، مثل سوریه، مثل عراق، مثل لبنان. همه اینا میتونه، یعنی مرزهای ایران فقط لب مرزهای ایران خلاصه نمیشه. خب الان شما آمریکا هم همسایه ایرانه، درسته؟ یعنی میخوام بگم مرزها فقط تو مرزهای ایرانی خلاصه نمیشه. و مسئله اسرائیل، آیا شما پاسخ من حالا ندارید. آمریکا تو اینجاش من بگم، آیا ایران تونسته تا الان در واقع در برابر این هژمونی آمریکا در واقع اخلال ایجاد کنه و این مسئله که ایران نخواهد چنین بشود باید با دشمنی آمریکا، با ابراز دشمنی، با قطع روابط دیپلماتیک صورت بگیره؟ جز این راه دیگه ای نبوده؟ ببینید، سومیش هم که مسئله اسرائیل تو اولویت سیاست خارجی ایران به عنوان تهدید امنیت ملی و نمایندگیش از هژمونی آمریکا که باید باهاش مقابله کنن، یکم بحث بلوک آسیایی. حالا کشورهایی هستن که رابطه دیپلماتیک با اسرائیل ندارن اما رابطه با آمریکا دارن. ببین حالا شما با این گایدلاین ها، حالا ببینیم ایران چه جور نگاه به آمریکا میکنه. مسئله اول اینه که ما باید تثبیت هژمونی کنیم آمریکا تو منطقه. بنابراین هر جای پایی که آمریکا بتونه بعداً خطر استراتژیک ایجاد کنه ما باید باش مقابله کنیم، اما این مقابله حساب شده باید باشه و پرخطر نباید باشه. یعنی در حقیقت دو جا اگر دقت کرده باشید آقای خامنه‌ای سیاستش این بوده که سیاست انقلابی تمام عیار نرفته. اول موقعی که میان آمریکا و عراق درگیری شد، یعنی عراق به کویت حمله کرد و آمریکا به عراق می‌خواست حمله کنه، یه بخشی از جناح‌های چپ و انقلابی تو ایران معتقد بود ما بریم پشت صدام و مقابله کنیم با آمریکا. اونجا آقای خامنه‌ای گفت نه، ما باید بی‌طرف باشیم و این سیاست رو اعمال کرد. دوم، در حمله آمریکا به افغانستان سپاهی‌ها معتقد بودن که الان فرصتی است که آمریکا آماده معامله است. اونجا آقای خامنه‌ای اجازه داد تمام امکانات لوجستیکی سپاه نیروی عملیاتش در افغانستان در اختیار پنتاگون قرار بگیره که فیلماش هست، با هماهنگی هم کابل رو فتح کردن. اما اگه شما نگاه کنید، ولی روز اول سخنرانی کرد که حمله آمریکا نمیدونم حمله کفار به سرزمین اسلامی و حتی مسئله جهاد رو مطرح کرد. به خاطر اون تصویر انقلابی نباید خدشه‌دار بشه. نکته سوم این هست که از یه جایی احساس آقای خامنه‌ای به این نتیجه رسید که هر نوع مصالحه یا معامله، درسته، این در حقیقت زمان می‌خره برای که اونها هم نفوذ اقتصادی کنن، نفوذ فرهنگی کنن و مدل اوکراین و گرجستان گشایش سیاسی منطقه بخواد چون که نظام بزنن. نمونه لیبی خیلی فضای تلخی ایجاد کرد که لیبی همه چی رو واگذار کرد، از لیست تروریسم هم خارج شد، ولی دوباره در
موقعیت خاص تمام اموالش رو فریز کردن، خودش هم سرنگون کرد. بسیار خوب. البته اون جنگ داخلی لیبی و اتفاقات در اون دوره رو هم من تصویری که تو ایران هست دارم میگم. بسیار خوب. آقای اسکویی یه اشاره ای شد اینجا در خصوص جنگ خلیج فارس. آیا جز این آقای خامنه ای میتونست در واقع عمل کنه زمانی که تندروها میگفتن باید پشت صدام بایستیم؟ به اون مقطع که نگاه میکنیم چیزی از جنگ 8 ساله ایران و عراق نگذشته بود. آیا میشد؟ فکر نمیکنم. فکر میکنم که به هر حال واقعیتش این بود که این نبود که خامنه ای خواست موضع بی‌طرفانه بگیره در این جنگ. در حقیقت ترس از این بود که اگر آمریکا امروز وارد عراق شده فردا وارد ایران میشه، و به این خاطر در حقیقت وقتی که این خطر رو دیدن که این همه نیروهای آمریکایی در مرز ایران مستقر شدن، حاضر شدن که بیان حتی مذاکره بکنن با سر مسائل اتمی که حمله اول دارن. سر حمله اول آمریکا، شما حمله اول دارید میگی؟ من دارم جنگ، بله جنگ صدام رو دارم صحبت میکنم. 91 دارید میگید دیگه؟ بله. حمله اول آمریکا به عراق میگید؟ نه خیر، من دارم صحبت سرنگونی صدام آمریکا. نه من حمله اول آمریکا رو گفتم. نه در حمله اول آمریکا من فکر میکنم. ما داریم در مورد جنگ خلیج فارس صحبت میکنیم، زمانی که عراق به کویت حمله کرد. در اون زمان هم در حقیقت بی‌طرفی نه قبلش اعلام میشه نه اصلا زمینه سازی براش آماده است. هر وقت جمهوری اسلامی با این نوع واقعیت رو برو شده که نیروهای عظیم آمریکا در منطقه هستن و جلوگیری از اون میتونه ضربات بزنه به خودش، میتونه کنار بیاد، چه در جنگ اول عراق، چه در زمان سقوط صدام، حتی در افغانستان. افغانستان وقتی که ایران اومد پای همکاری با آمریکا، که آمریکا نیروهای عظیمش به افغانستان فرستاده بود، این نبود که در گذشته ایران از آمریکا بخواد که بیاد افغانستان، بیا مشترکاً بریم و مثلا طالبان را شکست بدیم، اصلا این نبود. وقتی که تمام نیروهای آمریکا در افغانستان مستقر شده بودند و در حقیقت بدون ایران هم کابل هم هرات هم قندهار سقوط میکرد، اونجا بود که ایران خواست که در ضدیت با طالبان هم همکاری بکنه. در حقیقت این نوع مثال ها بیانگر این نیست که امریکا ستازی در مرکز ایدئولوژی جمهوری اسلامی نیست. اما پرسش این هستش که این مرزبندی با دشمن، این ادبیاتی که امکان نداره واژه دشمن رو شما از زبانش آقای خامنه‌ای نشنوید و مرتب تکرار میشه، چه حاصلی داره؟ برای چه هست؟ خب در حقیقت توجیه ادامه این نظام انقلابیه. شما اگر دشمن نداشته باشین نظام انقلابی خیلی سختی میتونه ادامه پیدا بکنه. اگر فقط دولتی داشته باشین سر کار که مثل دولت‌های عادی با تمام کشورهای همسایه و غیر همسایه وارد مذاکره میشه و وارد همکاری میشه، دیگه احتیاج به دشمن سازی نیست. دشمن سازی وقتی نیازه که توجیه برای حرکت انقلابی شما باشه که بگین ایدئولوژی ضد آمریکایی من درست بوده. بسیار. و باید بمونه. بسیار. که دشمن دارن داره توجیه انقلابیشونه. آمریکایی هم دشمن دارن. نه ممکن دشمن داشته باشن. نه آقای جورج بوش یا همه دولت آمریکا دشمنای مطرح. آیا دکتر دشمن همه ممکن داشته باشن؟ دشمن درست کردن، این که در مغز خودتون باشه که همیشه باید یه دشمن درست بکنین تا بتونین ادامه پیدا بکنین، این از اساساً نظام‌های مثل نظام‌های انقلابی مثل ایران. آمریکا شما نگاه کنین همیشه دشمن داشته. میرسیم به شما آقای ناور حقیقی، بشنویم آقای حسن یاری. دشمن درست خودش مستون. اگر اجازه بدید پس من شما دو تا آمریکای متفاوت نیست که نشنس. نه آمریکا بالاخره همیشه تو سیاست خارجی تو تبلیغاتش یه معنی همه کشورها دشمن دارن. بحث بر سر این که آیا شما با برنامه دشمن ستیزی میکنین و دشمنی بر خودتون مجبورین به وجود بیارین توجیه بکنین کار خودتون رو یا نه. بسیار خوب. میرسیم به شما آقای ناور حقیقی. آقای حسن یاری بشنویم از شما. ببینین جمهوری اسلامی علارغم همه به اصطلاح راهبرد ایدئولوژیکی رو که دنبال میکنه یک اصل اساسی داره و اون مصلحته. این که دو نمونه بسیار پررنگ رو در جمهوری اسلامی میبینیم، یکی زمانی که آقای خمینی قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل رو پذیرفت در مورد جنگ در قالب جنگ با عراق، و دیگری نرمش قهرمانانه آقای خامنه‌ای. این دو نمونه نشان دهنده خیلی روشنی هستند از این که اون چیزی که مهم هست برای جمهوری اسلامی بقای جمهوری اسلامی است.
بقای جمهوری اسلامی هر زمانی که به خطر بیفته این توان رو داره، از خود نشون میده که به قادری که با محیط اطراف سازگاری پیدا بکنه. جمهوری اسلامی یکی از خصوصیاتش این هست که تا زمانی که راه باز پیش میره، زمانی که به دیواری برخورد بکنه عقب می نشینه. سال هزار تمام این توصیفات شما آیا غیر طبیعی هست؟ ما میتونیم واژه بقا رو جاش بگذاریم ثبات، بگیم در واقع برای مثال در یک کشور دموکراتیک اروپایی تا زمانی که بحث ثبات مطرح نباشه گونه دیگه عمل میشه. ببینین اینا در تضاد در جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه از یک طرف اون بحث امپریالیسم ستیزی و دشمن ستیزی و همه اینها پررنگ، و از طرف دیگر زمانی که مشکلات جدی به وجود میاد برای بقای جمهوری اسلامی حاضر هستن عقب نشینی بکنن. بنابراین یک وضعیتی وجود داره که شما به عنوان نمونه در اروپا، در آمریکا، در جاهای دیگه نمیبینید، ولی در جمهوری اسلامی میبینید. به همین خاطر هست که آقای خمینی و بعد آقای خامنه ای تاکیدشون بر این بودی که اگر لازم هست ما اصول اسلام رو هم، اصول دین رو معلق میکنیم برای اینکه سیستم بر سر جا، نظام بر سر کار بمونه. معناش این هست که اون چی که مهم هست به واقع اساساً ایدئولوژی به عنوان گسترش اسلام ناب محمدی که از اون صحبت میشه نیست، بلکه نوعی برداشت از شیعه گری برای اینها مهم هست که این رو بایستی به عنوان اساس و اون قلب به اصطلاح سیاست خارجی ایران به پیش برد، و هر زمانی که مشکل به وجود میاد برگردیم به عقب، دو مرتبه به اصطلاح آماده بشیم برای پرش بعدی. به همین خاطر هست که در اون دو نمونه بسیار پررنگ شد این وضعیت، که اونهایی که در مثلا در نمونه اول پذیرش قطعنامه، سپاهیانی که با اعتقاد کامل از روی اخلاص، حالا اون بحث داریم که اعتقاد خالص و اخلاص چه هستن یا نه، اونها نپذیرفتن پذیرش قطعنامه را از جانب آقای خمینی. به همین خاطر هست که منزوی شدن، بعضی ها رفتن، بعضی ها ظاهرا به زندان افتادن و دیگران. چند سال پیش، سال 1992 میلادی، زمانی که آقای ولایتی وزیر خارجه بود، من با چند تن از معاونین ایشون در روزهای مختلف مصاحبه کردم برای یک درک سیاست خارجی ایران. همه اینها افراد مختلف در جاهای روزهای مختلف جاهای مختلف بر یک امر تاکید داشتن، و اون این که آقای خمینی زمانی که دید مرحله بعد از سقوط ایرباس حمله آمریکا به ایران هست، این برداشت خمینی بود، به همین خاطر قطعنامه رو پذیرفت. یعنی اینکه ببینید، یک انقلابی خالص حاضر هست که جانش رو بده برای حفظ اون چیزی که به دنبالش هست. در این مورد و هم چیزی رو نمی‌بینیم، در مورد این نرمش قهرمانانه دیدیم، و امروز هم بعید نخواهد بود در این چارچوب برخورد احتمالی بین آمریکا و جمهوری اسلامی یک نرمش دیگری رو به شکلی دیگری ببینیم. بسیار خوب. آقای ناور حقیقی، شما پیشتر در توصیف ذهنیت یا ایدئولوژی برنامه ای آقای خامنه‌ای اشاره کردید به شبکه سازی در خارج از کشور، پایگاه اطلاع رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی در واقع اشاره‌ای دارد به این که آقای خامنه‌ای دستاوردش در عرصه سیاست خارجی صرفاً در این دوره 30 ساله نیست، بلکه از دوران ریاست جمهوریش آغاز میشه. من این عبارت رو برای شما میخونم: برقراری ارتباط منسجم با گروه‌های سیاسی شیعی در افغانستان، عراق و لبنان و ایجاد تفاهم بین آنها و تشکیل مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق از دستاوردهای آقای خامنه‌ای هست. حاصلش چه بوده؟ ببینید، این سیاست که گفتیم شبکه سازی و بسیج ایدئولوژیک، دنبال این هست که این توان اجتماعی و سیاسی حالا هم جنبش رو گسترش بده، و هم حالا معتقدن که یک کارت قدرت در مذاکرات و در بازدارندگی. ببینید الان مفهوم جدیدی که آقای خامنه‌ای شیفت کرده بهش، مسئله بازدارندگی. بازدارندگی یعنی که شما در یعنی شما بایستی مقاومت و نبرد که نه، مقاومتتون رو ادامه بدید با این نقطه بازدارندگی. نقطه بازدارندگی نقطه‌ای است که دیگه شما
غیر قابل لمس میشید برای تغییر، انتاچبل میشید. ببینید چینیا، هندیا با بمب هسته‌ای به این نقطه رسیدن، درسته؟ خب الان ایران این امکان رو نداره که با بمب هسته‌ای به این نقطه غیر قابل چیز برسه، غیر قابل تماس. برای رسیدن به این بازدارندگی شما به نیاز به کارت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارید. یکی از کارتایی که میتونه بازی کنه همین کارتی است که شما شبکه‌هایی در حوزه‌های منطقه‌ای داشته باشید که این به صورت محافظ میتونه عمل کنه در ارتباط با امنیت ایران و کارت چانه‌زنی رو افزایش میده برای نقطه بازدارندگی. گفتم این تئوری، تئوری نظم انقلابی یه مشکلاتی داره. مشکلاتش که ایجاد میشه اولش این هست که شما سطح چالش امنیتی و دفاعی رو شما با منطقه افزایش میده. خب شما وقتی این کارو بکنید قدرت‌های معارض هم قطعاً سرمایه‌گذاری بیشتری می‌کنن در حوزه دفاعی، بنابراین شما باید سهم دفاعیتون رو برید بالا. بنابراین این حضور مدام در حوزه امنیتی و دفاعی و چالش در این زمینه سطح هزینه‌های شما رو افزایش میده و بخش منابع بودجه شما رو از بخش توسعه، توسعه اجتماعی اقتصادی شیفت میکنه توی بخش دفاع امنیتی. خب ما دیدیم توی ایران اتفاق میفته. خب این برنامه توسعه شما رو برای کشوری که منابعش محدود مثل ایران به شدت دچار مشکل میکنه. نکته دومی هست، در کشورهایی که این تجربه رو میکنن معمولا سیاست‌های توسعه سیاستشون بسته میشه، یعنی فضای انقلابی دیگه سیاست باز دموکراتیک نیست، یه عده محدودی رو اعتماد میکنه با اونها بازی میکنه. این باعث میشه که بسیج ملی و همبستگی ملی ایران کاهش پیدا کنه. چرا؟ چون شما فقط با یه عده محدودی در داخل یا در مدیریت ها استفاده میکنید. این هم نکته دومی است که این فضا ایجاد کرده، یعنی این سیاست باعث شده که بسیاری از افراد کارآمد، حتی کسانی که در دوره انقلاب به کار بودن، به حاشیه رونده بشن. شما ببینید الان نخست وزیر مملکت الان توی حصر رئیس جمهور ایران خانه‌نشینه، رئیس جمهور بعدی هم که دو تا یارش گرفتن معاونش گرفتن، خودش هم عملاً محدودیت خاص خودش داره. و بسیار اگه نگاه کنید اکثر شاگردان آیت الله خمینی الان کاملا در حاشیه رونده شدن. پس بنابراین نشون میده که این سیاست در عمل باعث میشه که منابع انسانی و منابع مالی کشور نتونه استراتژیکلی هزینه بشه. و با توجه به این که اینو توجه نمیکنه، این بحث تو نظم انقلابی، این به نظر من تو گفتمان آیت الله خامنه ای و هوادارانش غایبه. جامعه 40 سال پیش نیست، جامعه از لحاظ نگاه فکری، نگاه اجتماعی، ارزش‌های فرهنگی تغییر کرده و پوست استراتژیک انداخته، حتی فرزندان خودشون. دیگه شما نمیتونید با این فضا و با این کانتکست شعارهایی رو بدید که دهه 60 داده میشده و با اون بسیج کنید. این تضاد باعث میشه که در حد یک گپی ایجاد میشه که جامعه در همه حوزه‌ها سیاستاش عملاً خوب شعار داده میشه، بعد ادامه پیدا میکنه، فاجعه آمیز تموم میشه. بسیار. آقای اسکویی، همین موضوع، آیا ما میتونیم نتیجه بگیریم که در دوران آقای خامنه ای سپاه پاسداران بیش از آن که میشد تصور کرد قدرت گرفت؟ امروز خیلی ها صحبت از این میکنن که در واقع به ویژه در خصوص منطقه، سیاست گذاری در خصوص منطقه سپاه دخیله. خب مسلمه، اصولا قرار بوده که این باشه از روز اول انقلاب، وقتی که واقعا از روز اول بله، که به وجود آمد برای دفاع از مرز نبود، برای به هیچ وجه. دفاع از مرز همیشه قرار بود در تش باشه. سپاه پاسداران قرار بود حفاظتش الهاز درونی، حفظ رژیم باشه، الهاز خارجی گسترش انقلاب اسلامی در منطقه باشه. در حقیقت آقای خمینی اینو وصیاً گفتن، به خود این کمترین گفتن که گفتن که انقلاب راجع به ایران نیست، انقلاب راجع به منطقه است. از دید اونها فقط راجع به ایران نبوده، راجع به کل منطقه بوده. و سپاه رو در حقیقت به عنوان ارتش آزادی بخش شیعه به وجود اومد که بتونه این نقش رو داشته باشه. همونطوری که همکار عزیزم الان گفتن، مشکلاتی که باهاش روبرو میشن اینه که یک کاری رو انجام میدن ولی تبعات این کار رو نگاه نمیکنن و کجا باید از این کار به پایان برسونن. مثلا سوریه مثال خیلی خوبیه. سپاه رو فرستادن سوریه که اپوزیسیون و مخالفین رو
اسد رو شکست بده. خب در جنگ حلب مثلا در 2016 در جنگ حلب این کار اساسا انجام شد، اپوزیسیون سوریه اساسا رونده شد از صحنه به کنار، ولی سپاه رو مجبور شدن نگه دارن در اونجا به خاطر این ایدئولوژی که این بار علیه اسرائیل بخواد حضور دائمی در سوریه داشته باشه. نتیجهش چی میشه اون وقت؟ نتیجهش این میشه که خب اسرائیل بهتون حمله میکنه، 200 بار بهتون حمله میکنه در زده سال اخیر و شما نه قدرتشو دارین، نه تواناییشو دارین، نه وسایلشو دارین که در مقابل حملات اسرائیل پاسخ نشون بدین و مجبورین ساکت ببودین. در صورتی که میتونستین دو سال قبل اعلام پیروزی میکردین، تموم میکردین، برمیگشتین نیروهاتون از سوریه میبردین بیرون، همه هم اعتقاد داشتن که در این زمینه پیروز شدین. اینه که مشکلات ایدئولوژی به وجود میاد در روابط بین المللی. اون جایی که باید به سازش برسین نمیرسین، اون جایی که باید یک کار رو تموم بکنه نمیکنه. آقای دکتر گفتن که امریکا هم دشمن داره، خب همه دشمن دارن مسلمه، ولی اگر از ویتنام که دیگه دشمن بالاتر امریکا نداشته که، این همه جنگ خونینه که امریکا و ویتنام انجام دادن. امروز ویتنام یکی از نزدیکترین کشورها به امریکا هست، از لحاظ سیاسی، از لحاظ اقتصادی، با اینکه هنوز حکومت حاکمش حکومت همون حکومت قبلی کمونیستی که ویتنام داشته حداقل در ظاهر. ولی منظورم اینه که این کشورها نظرشون عوض میکنن. حالت انقلابی اجازه به شما نمیده که این انعطافو داشته باشه. یا حتی چین پیش از روی کار آمدن ترامپ در واقع با اینکه حزب کمونیست حداقل به نام در حکومت هست اما رابطه بسیار خوبی با آمریکا داشته. بله بله کاملا درسته، از این مثالا فراوون هست، ولی فقط شما بخواید بگرد اون شعارهای انقلابیتون به جلو برین، خب این خودتون رو در حقیقت دستای خودتون میبندید، من نمیتونین این کارا رو. بسیار خب آقای حسن یاری، آقای دکتر اشاره کردن که اساسا فلسفه‌ای به وجود اومدن سپاه پاسداران برای همین کار بوده، در واقع اینها سفیران ایدئولوژی حکومت بودن در خارج از کشور، اما در واقع شما وقتی که نگاه میکنید به پیکره نیروی قدس سپاه پاسداران، وقتی نگاه میکنید در دوران 8 ساله بیشتر سپاه درگیر به هر روی جنگ 8 ساله بود، با توجه به اینکه ارتش هم پاکسازی شده بود و در واقع جان چندانی ازش باقی نمونده بود، مقایسش با امروز در واقع به نظر من امکان پذیر نیست و خود سپاه در واقع در ایران داره بسیار تبلیغ میکنه سر لشکر زینبیون، نیروهای پاکستانی، لشکر فاطمیون، افغانستان، بسیج کردن هشت شعبی در عراق، آیا به راستی موفق نبوده؟ ببینید جمهوری اسلامی اعتقاد به انقلاب دائم داره، یعنی اینکه این رو هم از کمونیستای شوروی گرفتن، بله از تروتسکی. اگر نگاه بکنم اونطوری که آقای اسکوی اشاره کردن، نگاه بکنیم به سپاه، خیلی روشن در قانون اساسی جمهوری اسلامی نقش سپاه مشخصه. زمانی که به آقای خمینی حرف جنگ ایران و عراق حرف از رفع فتنه میزد، فتنه تنها حزب بعث و شخص صدام حسین نبوده، فتنه بسیار گسترده تره. آمریکا یکی از فتنه‌گر بزرگ به اصطلاح، در نتیجه بایستی چون این وضعیتی ادامه پیدا بکنه. به همین خاطر هست که سپاه و یا جمهوری اسلامی به طور کلی، شما به اصطلاح رد پای سپاه رو، رد پای جمهوری اسلامی رو از آمریکای لاتین تا کشورهای آفریقایی میبینین، از شهر تا غرب میبینین. همه اینها به این معناست که این سرمایه گذاری های عظیمی که داره میشه برای این هست که این سلول های خفته یک زمانی بیدار بشن، از شبت که برای درگیری آخر با فتنه. رفع فتنه به این معنا نیست که ملت ایران به یک سعادتی برسن، ملت ایران یک آلتی است ارشود که در دست یک ایدئولوژی برای رسیدن به اون هدف غایی که پیروزی نهایی است که حضرت مهدی بیاد دنیا رو چنین و چنان بکنه و مسائل. به همین خاطر هست که سپاه در خدمت این ارشود که فکر غایی قرار میگیره. و نگاه بکنیم به مسیر سپاه، همواره این بوده. ببینید زمانی که سپاه در کشورهای مختلف منطقه وارد میشه، خیلی روشن هم سپاه گفت و هم دولت روحانی پذیرفته که اساساً سیاست منطقه‌ای خاورمیانه ایران دست سپاه است، آقای سلیمانی است که این سیاست رو به پیش میبره، به خاطر اینکه به هر تقدیر وزارت خارجه
محدودیت‌های خودش رو داره، ناچار هست که با جهان خارج تعامل بکنه بله. در حالی که سپاه به عنوان یک ارشد که ابزار انقلابی چنین محدودیت‌هایی رو نداره و پایان کار سپاه معادل خواهد بود با از بین بردن فتنه و یا اینکه از بین بردن جمهوری اسلامی. بسیار خوب آقای ناورحقی، خواهش می‌کنم کوتاه در رابطه با رابطه‌ای که می‌شناسیم بین ولی فقیه آقای خامنه‌ای و سپاه، در واقع پیشبینی‌ها و نظریه‌های زیادی وجود داره. ما مهمانی در یکی از برنامه‌های چشم‌انداز داشتیم، آقای علی آلفانه، که می‌گفتند به گمان من یک حلقه‌ای هست در درون سپاه که اون داره سپاه رو مدیریت می‌کنه. شما چه فکر می‌کنید؟ ببینید، این رابطه نیروی نظامی و نیروی سیاسی که در نظام‌های انقلابی شکل می‌گیره ساختارهای متفاوتی داره. توی ایران برخلاف نظام‌های انقلابی دیگه یه چیزی وجود داره که تو اون نظام‌ها نیست. بدنه میانی سپاه اینها بیشتر از اینکه از سلسله مراتب فرماندهی دستور بگیرن، بخش زیادیشون اینا ارتباط معنوی و مذهبی دارن با رهبر سیاسی مذهبی. ببینید، این توی مثلا توی فرض کن توی حزب کمونیست، اون رهبر ارتشی بدنه ارتش با اون رهبر چیز میشه، لینک هست. این یه تفاوت ایجاد کرده. بنابراین همین قدرت رهبران بلوک‌های مختلف که تو سپاه وجود داره، بلوک مختلف، بلوک داره دیگه، راست داره، چپ داره، میانی داره، این بلوک‌ها توانایی اینه که کلیت سپاه رو بتونن پشت سر خودشون بیارن و یه پروژه بزرگ رو پیش ببرن عملاً نداشتن. این یه نکته. دوم هم این که در نظام سیاسی جمهوری اسلامی سعی کردن که هیچ بلوک قدرت خیلی قدرتمند ایجاد نشه که این در مومنتوم ها بتونه هر کاری که میخواد انجام بده. بنابراین خود همین هم این فرمانده شاخه‌ای سبب شده که تضعیف بشن، چه به لحاظ نوع منششون و نوع کاراکتر. بسیار خوب. حالا یه چیز مهمترین بحث کلیدی به نظر من بحث موفقیت و کارنامه است. یعنی موفقیت‌ها چی بوده و یعنی چه نقدایی الان اگر خارج... امکان داره تیتروار در یک دقیقه در دقایق من یه دقیقه هست. من تیتروار میگم نقدها و موفقیت‌های سیاست خارجی که الان داشتن. نقد اولش اینه که ایران همزمان اومده چند تا جبهه برای خودش باز کرده، کشورهای عربی، اسرائیل، آمریکا و حتی بخشی از این کشورهای حاشیه اینا. این اولین نقد. نکته دوم که اولویت دادن به خطر اسرائیل برای امنیت ملی ایران بدون اینکه این خطر واقعی باشه. خطر به این معنی که ممکنه ما موافق باشیم که آقا اسرائیل باید قرارداد شسف اجرا کنه، ولی مثل کشور عربی سهمی که ما داریم برای هزینه میدیم برای این مسئله بیش از همه کشورهاست، بدون اینکه مستقیما به امنیت ملی ما ربط داشته باشه. سومین نقدی که به طور جدی وارد هست مسئله این هست که ایران همونجور که آقای دکتر اسکوی اشاره کردن در موقعیت هایی که نیازمند تصمیم گیری استراتژیک با تعلل امکانات دیپلماتیک رو برای حل مسائل به تأخیر میندازن. اینم به نظر من اگه بخوام نگاه کنیم در این چند سال خیلی کلیدی بوده. حالا دو سه تا مورد دیگه مثلا میخوام. بسیار خوب آقای اسکویی، به نظر میرسه این رو من دارم میپرسم که یک فرصت سوزی صورت گرفته در رابطه با ارتباط بین ایران و عربستان سعودی و در نهایت برنده این اتفاق اسرائیل بوده. مثلثی که امروز شکل گرفته آیا هرچه بیشتر جمهوری اسلامی رو در تنگنا قرار نداده و آیا آقای خامنه ای که همچنان بر حملات خودش در واقع دست نمی کشه و به بهانه بحث معامله قرن گفته بود خیانت برخی کشورهای اسلامی همچون بحرین و عربستان زمینه ساز چنین نقشه خباثت آمیزی شده، سخنرانی عید فطر هست، ایشون آگاه نیستن از این مسئله؟ حتما آگاه هستن، ولی با برنامه این سخنرانی رو میکنن چون اعتقاد داره. اعتقاد خامنه ای اینه که باید عرب رژیم های سلطنتی در خلیج فارس رو در حقیقت مسلمانان اون مناطق سرنگون بکنن و اینها مثل جمهوری اسلامی بشن. با چنین تفکری شما نمیتونین کشورهای مثل عربستان، بحرین، کویت یا سایر کشورهای منطقه رو به خودتون جلب بکنین. اون چی که خامنه ای اون وقت در این 30 سال انجام داده در حقیقت با این نوع برخوردها و با این نوع سیاستها کشورهای عربی رو نزدیکتر کرده به دامان اسرائیل
که اونها در مقابل خطر ایران اون وقت بخوان با اسرائیل رابطه نزدیکتری داشته باشن و این مثلث به وجود بیاد. من فکر کنم مثلث جدی هست، ولی یکی از عواملی که به وجود اومد این مثلث اتفاقا خود خامنه ای و سیاست‌های خارجی ایشون هست. بسیار خوب آقای حسن یاری. خب ببینید، جمهوری اسلامی یکی از مختصاتش همین فرصت سوزی هاست. در مورد افغانستان پیشتر گفته شد میتونست بهره برداری خیلی خوبی بکنه. پیش از این حتی زمانی که انقلاب شد، ببینید در یه شهری مثل مونترال که اساساً به اسلام در اون زمان ها مطرح نبوده، در اونجا پیش از مهاجرت ها و اینها چپ های کانادایی به نفع جمهوری اسلامی یا به نفع انقلاب اسلامی تظاهرات میکردن. اون بهره برداری هایی که میشد کرد صورت نگرفتن، به خاطر اینکه اساساً چون این تفکری وجود نداشته. این همون بحث استراتژی هست و اینها، به فکر استراتژیکی وجود نداشته که از این شرایط بسیار مناسبی که در جهان به وجود اومده برای ایران که تحول پیدا بکنه از سیستمی پیشین به یک سیستم جدیدی که بتونه با جهان خارج تعامل بکنه و برای حفظ منافع و گسترش منافع ملت جمهوری اسلامی ایران، اون فرصت از بین رفت. شما ببینید در ادبیات جمهوری اسلامی حداقل در 30 سال گذشته، حداقل اگر نگوییم 40 سال گذشته، یک تعریف روشنی از منافع ملی اساساً وجود نداره، به خاطر اینکه ملت رو شما نمیتونه غالب بکنین بر امت. اون بحثی که در ابتدای انقلاب وجود داشت، جدال بین ملت و امت همچنان وجود داره. به همین خاطر هست که این فرصت سوزی ها از دید اونهایی که منافع ملت ایران رو در نظر میگیرن اساساً تفاوت عمده و اساسی داره، پایه‌ای داره با اونهایی که با برداشت اونهایی که به امت اعتقاد دارن. امت یعنی اینکه جمهوری اسلامی به عنوان مرکزیت جهان اسلام همه رو دور خود جمع بکنه و اون به اصطلاح لشکرکشی بکنه برای از بین بردن دنیای کفر. و به همین خاطر هست که شما نمیبینین که جمهوری اسلامی بتونه از این فرصت ها استفاده بکنه، به خاطر اینکه اینها از دید مخالفین جمهوری اسلامی فرصت هستن، از دید جمهوری اسلامی اینها به اصطلاح پایگاه هایی هستن برای رسیدن به اون هدف غایی. بسیار خوب آقای ناور حقیقی، آخرین پرسش، دو دقیقه بیشتر به پایان برنامه باقی نمونده. چرا آقای خامنه ای به مصالحه ای دست نیافت با ریاض، دست کم پایدار؟ آیا نخواست یا نتوانست؟ ببینید در دیدگاه، حالا حتی ما فکر کنم برنامه بخش در مورد موفقیت های جمهوری اسلامی باید بحث کنیم، چون جای موفق شده من به اختصار اشاره میکنم. ببینید جمهوری اسلامی که بعد برمیگه به عربستان، این دو جا میشون موفقیت های. یکی رو اشتباهاتی که آمریکا کرد در عراق و افغانستان، ایران سوار شد و اونو تونست به عنوان کارت بازی خودش استفاده کنه. یکی هم تجهیز حوزه دفاعی ایران که بعد از جنگ تضعیف شده بود، این هم جزء نقاط قوت سیاست خارجی ایران بوده. در یه جاهایی هم سعی کردن بازی با ریسک بالا با محاسبه پیش بره، همون جایی که آقای هاشمی اشاره کردن، یعنی موقعی متوجه شدن خطر خیلی جدیه، اون رو سعی کردن توی یه مومنتومی کنترل کنن. و حتی من میدونم اطلاع هست که مثلا آقای خامنه ای در مواردی از اگه دقت کرده از سال 83-84 که وضعیت نیروهای مهاجم علیه آمریکا زیاد شده بود، نکرده بود که سطح درگیری رو با آمریکایی‌ها تو عراق افزایش ندن و کنترل کنن. بنابراین اینا جز نکات مثبتی بوده که تو سیاست خارجی ایران بوده. اما در مورد عربستان، آقای خامنه از اول خیلی نگاه مثبتی به عربستان نداشت. آقای خمینی هم خیلی تمایلی نداشت. اون چیزی که شیفت شد در بازی آقای هاشمی بود که معتقد بود آقا ما با همسایه‌مون به عنوان یک نیروی کلیدی در منطقه اگه بتونیم کنار بیایم، کلی از مشکلات خارجیمون با آمریکایی‌ها حل میشه. یعنی این یه عده معتقدن، ما با الان هم هستن، مثلا آقای سریع قلم، حتی یه جنایی از روحانی معتقدن اگه ما با غرب ببندیم دیگه اینا مهم نیستن. عده معتقدن نه، شما اگر با همسایگانتون به خصوص عربستان و امارات بتونید تنش‌زدایی کنید، تنش‌زدایی رو فریز کنید، اسرائیل هم بذارید تو اولویت آخر، به رسمیت نشناسید ولی سطح درگیر تشدید نکنید، این کلی از مسائل اون با آمریکا کم رنگ میکنه. بنابراین عربستان، به نظر من عربستان نقش کلیدی داره برای خروج ایران از این بحران و متاسفانه توانایی این که تنش در کلمات فریز بشه هنوز توی سیاست تبلیغات ایران به کار گرفته. بسیار بسیار ممنونم. بسیار بسیار ممنونم از آقایان نادر اسکویی، پژوهشگر ارشد شورای آتلانتیک،
هوشنگ حسنیاری کارشناس مسائل امنیتی و نظامی و علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران که دعوت من رو برای شرکت در این گفتگو و حضور در استدیوی ایران اینترنشنال پذیرفتن. همچنین ممنون از شما که بیننده این برنامه بودید. تا فردا شب، اوقات خوش.